دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. خب بینندگان عزیز، همونطور که حتما ملاحظه کردید، این روزها افراد بسیار زیادی در اماکن عمومی گل‌های سرخ رنگ شقایق روی سینه‌شون نصب می‌کنن. شاید برای شما هم این سوال پیش اومده باشه که علت نصب این گل‌های قرمز رنگ شقایق چی میتونه باشه. یکی از این گل‌ها رو هم من روی سینه‌م سنجاق کردم. البته امروز می‌خوایم راجع به تاریخچه این گل صحبت بکنیم و ببینیم که در حقیقت چه رابطه‌ای بین این گل، مردم کانادا و یه روز خاص توی کالندار کانادا وجود داره. خوبه بدونیم که اون روز خاص روز 11 نوامبر هستش که معروف به Remembrance Day یا روز یاد بود. امروز میخوایم ببینیم روز یاد بود در کانادا چه روزیه. هر سال روز 11 نوامبر در کانادا روز گرامی داشت خاطره سربازان جنگ جهانی اول هست که جان خودشون رو در این جنگ از دست دادن. بین سالهای 1914 تا 1918 گروه های زیادی از سربازان کانادایی به جبهه‌های جنگ در اروپا اعزام شدند تا به نیروهای متفقین بپیوندند و از انگلستان و همپیمانانش دفاع بکنند. دوستان، همونطور که میدونید جنگ جهانی اول نبرد بسیار بزرگی بود که هرچند در اروپا رخ داد اما کل جهان را به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داده بود. بیش از 625 هزار نفر در جریان جنگ جهانی اول از کانادا به اروپا اعزام شدند که 61082 نفر اونها کشته شدند. کل جمعیت کانادا در اون زمان 7,800,000 نفر بود و بنابراین تعداد تلفات برای کانادا که جمعیت بسیار ناچیزی داشت بسیار سنگین بود. این بزرگترین تراژدی ملی تاریخ کانادا است. تا پیش از این بیشترین تلفات کانادا 267 نفر کشته در جنگ آفریقای جنوبی در سالهای 1899 تا 1902 بود. پس از پایان جنگ جهانی اول در آوریل 1919 ایزاک پتلو نماینده پارلمان کانادا پیشنهاد تعیین روزی برای بزرگداشت پایان جنگ ارائه کرد. این روز در ابتدا دومین دوشنبه هر نوامبر بود که روز آتش بس یا آرمستیس نام داشت. این روز آتش بس بزرگ تاریخ رو یادآوری میکرد که در 11 صبح 11 نوامبر سال 1918 اتفاق افتاده بود. تمامی اعضای پارلمان موافق تعیین این روز بودند ولی بر سر تاریخ اون به توافق نمیرسیدند تا اینکه بر اساس درخواست رسمی پادشاه انگلستان جورج پنجم روز 11 نوامبر ساعت 11 صبح 2 دقیقه سکوت برای گرامیداشت یاد جان باختگان برگزار شد. و این طور بود که روز 11 نوامبر به صورت ثابت روز آتش بس و بعدها به عنوان Remembrance Day نام گرفت. این روز در تمامی کشورهای مشترک المنافع، انگلستان، امریکا، استرالیا و نیوزیلند روز گرامی داشت. اما شقایق سرخ. بسیاری از مردم از یک هفته قبل از روز یاد بود گلهای سرخ رنگ شقایق به لباسهاشون سنجاق می کنند. این گل در واقع به عنوان نماد این روز شناخته میشه. اما ببینیم علت اینکه این گل انتخاب شده چیه؟ چرا این گل نماد روز یاد بود شده؟ داستان این گل هم دوستان داستان بسیار شنیدنیه. تا یه جنگ جهانی اول، مناطق درگیر نبرد در فرانسه و بلژیک تبدیل به ویرانه هایی شده بود که تمام پوشش گیاهیشون رو از دست داده بودند. ولی در سال 1915 در ماه آوریل و ماه می گرمای غیر معمول در آن مناطق اتفاق افتاد و گلهای شقایق فراوانی در ویرانه ها و گلولای در میان اجساد سربازان رویدند. سرهنگ دوم جان مکری یکی از پزشکان ارتش کانادا بود. او در اونجا از این گلها الهام گرفت و یکی از معروفترین و زیباترین اشعار تاریخ کانادا رو سرود. مکری در سال 1872 در گلف آنتاریو به دنیا آمد و از نوجوانی در کنار تحصیل شعر هم می سرود. او با آغاز جنگ به همراه 45 هزار کانادایی عازم جنگ شد و به عنوان پزشک در اونجا خدمت می کرد. مکری یک سال پس از اعزام در خندقهای نزدیک بلژیک شاهد رویدن گلهای شقایق سرخ در میان گلولای و لابلای اجساد بود. گلهای قرمزی که به رنگ خون بودند و گویی از خون سربازان کشته شده رویده بودند. او همونجا بود که شعری با عنوان In Flanders Fields سرود. این شعر بعدها الهام بخش زنی امریکایی به نام موینا مایکل شد که گلهای شقایق قرمزی از ابریشم ساخت و به عنوان سمبل این روز به مردم فروخت تا به عنوان گل سینه به لباس خودشون نصب بکنن و این روز رو گرامی بدارن. در سالهای پس از جنگ هم زنان و کودکان در فرانسه گل شقایق قرمز می ساختن و اونها رو به مردم می فروختند تا از عواید اون برای درمان مجروحان بازمانده از جنگ استفاده بشه. اما کمپین شقایق سرخ در کانادا هم از سال 1921 این گلها تولید و برای فروش عرضه میشن. هر سال در این روزها گروهی از داوطلبان کمپین شقایق قرمز راه اندازی میکنن و با فروش حدود 18 میلیون گل در سرتاسر کانادا پول زیادی برای کمک
به سربازان و خانواده های اونها جمع آوری می کنن. کانادایی ها این ایام رو که از 31 اکتبر شروع و تا 11 نوامبر ادامه داره فرصتی می دونن برای نشان دادن حس میهن پرستی و غرور ملی و با خریداری و نصب گل به لباس هاشون در واقع سربازان و محافظان میهنشون حمایت می کنن. در این روز مراسمی رسمی در اولد سیتی هول و تمام ساختمان‌های سیویک سنتر در شهر تورنتو برگزار میشه. مردم هم میتونن در این مراسم شرکت بکنن. این مراسم در حقیقت در روز 11 نوامبر و ساعت 10:45 دقیقه صبح آغاز میشه. اما شعر این فلندرز فیلدز رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. گل‌های شقایق بین علامت‌های صلیب که ردیف به ردیف پشت هم قرار گرفتند، تکان می‌خورند. در سرزمین‌های فلاندرز، اینجا ما را نشان می‌دهد و آسمانی را که چکاوک‌ها در آن چون همیشه شجاعانه می‌خوانند و پرواز می‌کنند و صدایشان از میان صدای شلیک اسلحه‌ها به سختی شنیده می‌شود. ما مرده‌ایم. چند روز قبل ما زنده بودیم، سحر را می فهمیدیم، درخشش غروب را می دیدیم، عشق می ورزیدیم و در برابر عشق قرار می گرفتیم. و حالا خوابیده ایم در سرزمین های فلاندرز. نزاع ما را با دشمن ادامه بده. از دست های افتاده ما مشعل به سویت پرتاب می شود. آن را افراشته نگاه دار که اگر ایمان خود را به ما مردگان از دست دهی، ما نمی آرامیم، هرچند شقایق ها می رویند در سرزمین های فلاندرز. دوستان مرسی از اینکه ما رو در صفحه AMG تلویزیون دنبال می کنید در فیسبوک. همچنین برای اطلاع لحظه ای از برنامه ها به کانال تلگرام ما بپیوندید و یا در یوتیوب سابسکرایبر ما بشید. خوشحال میشیم از وبسایت ما هم با آدرس amgtelevision.com دیدن فرمایید. مرسی از اینکه این برنامه رو ملاحظه کردید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.